در تاکستان‌های تورن در قلب فرانسه هستیم. فصل انگورچی نیست. سنتی که رنگ و بوی اروپایی دارد. ملادن از چند سال پیش با همسر و دخترش از بلغارستان به اینجا آمده. پس از 3 هفته انگورچینی، آنها برای انجام کارهای دیگر در این تاکستان میمانند. در بلغارستان پول نیست، فرانسه خوبه. راضی هستی؟ بله خوبه، ما دو تا دختر داریم. با این پول میتونیم دخترام رو در بلغارستان به انستیتو بفرستیم. برای درس؟ بله اینجا کار میکنیم، پول در میاریم و بعد دخترمون میتونه در بلغارستان درس بخونه. در بلغارستان خیلی پول نیست. ملادن یکی از 12 کارگر موقتی است که صاحب این تاکستان‌ها از طریق یک بنگاه واسطه یا پیمانکار فرعی در بلغارستان استخدام کرده. این سازنده شراب میگوید که برای حفظ سنت چینن انگور با دست و ساخت شراب با کیفیت این تنها راه است. یک هزار بشکه اینجا داریم. 300,000 بطری شراب هم باید پر شود. اگر کار انگورچینی را 2 روز زودتر شروع کنیم خیلی زود است. اگر 2 روز دیرتر شروع کنیم خیلی دیر می شود. زمان چیدن انگورها خیلی مهم است. باید تعداد کافی کارگر داشته باشیم تا انگورچینی به موقع انجام شود. کار ما سخت است. شرایط خاص و محدودیت های زیادی داریم. پس از گذشت سالها متوجه شدیم که اگر بخواهیم کارگر محلی استخدام کنیم کار ما سخت تر می شود. به همین خاطر از جاهای دیگر کارگر می گیریم. هزینه استفاده از کارگر موقت خارجی بیشتر از کارگر فرانسوی است. با این حال او ترجیح می‌دهد این هزینه را بپردازد. برای هر کارگر موقت بلغار به بنگاه واسطه ساعتی 18 یورو پول می‌دهم. در حالی که برای کارگر فرانسوی با همه هزینه‌هایش ساعتی 13 یورو می‌دهم. در نتیجه هزینه هر کارگر بلغار روزانه 40 یورو بیشتر از کارگر فرانسوی است. در مجموع 12 کارگر دارم و روزانه باید 500 یورو بیشتر هزینه کنم. اما فایده‌اش این است که در نهایت مطمئن خواهم بود که کار انجام می‌شود. نیکولا در گذشته از خدمات بنگاه واسطه در بلغارستان برای یافتن کارگر انگورچینی استفاده می کرده. اما امروز دیگر این کار را انجام نمی دهد. او 2 کارمند بلغار را به طور دائم استخدام کرده. آناتولی یکی از آنهاست که در ابتدا به عنوان کارگر موقت به تاکستان‌های نیکولا آمد. دستمزدم در ماه 1200 یورو است که 6 برابر درآمدم در بلغارستان است. خیلی فرق میکند. یافتن کارگر محلی مشکل است. نیکولا میخواهد مطمئن شود که فصل انگورچینی کارگر دارد و خیالش راحت شود که چرخه کسب و کار کوچک خانوادگیش به خوبی میچرخد. البته او از شیوه کار برخی از بنگاه‌های واسطه کاریابی انتقاد می‌کند. کسی که قراردادها را تنظیم می‌کند کمیسیون می‌گیرد. کسی که کارش ارائه خدماتی مثل تامین مسکن و غذا برای کارگران است، حق کمیسیون می‌گیرد. حق بیکاری کارگران در بلغارستان یا رومانی هم کسر می‌شود که اغلب هم به آنها تعلق نمی‌گیرد. این شکل بردهداری مدرن شگفتی‌آور است. نمی‌خواهم در آن شرکت کنم. به همین دلیل کارگران را تحت قوانین کار فرانسه استخدام می‌کنم تا هم همه چیز برای من و هم برای آنها روشن و شفاف باشد. به سراغ شهردار دهکده سن مارتن روبو می رویم. او که نماینده پارلمان اروپاست، یک شرکت بزرگ باغبانی هم دارد. آنجلیک دولاهه اغلب از کارگران موقت استفاده می کند، زیرا نمی تواند کارگر مورد نیاز خود را در محل پیدا کند. کارگران موقت که از زمان گسترش اتحادیه اروپا از کشورهای شرق اروپا برای کار به اینجا می آیند، اغلب افرادی از مناطق روستایی هستند و هنوز عادت دارند هر نوع شیوه استخدامی را بپذیرند. به نظر من مشکل اساسی این است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظارت کافی وجود ندارد. کمیسیون و پارلمان هم در این زمینه کاری انجام نمی‌دهند، چون سازماندهی نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها بر عهده هر کدام از کشورهای عضو است. در نتیجه باید نظارت وجود داشته باشد و کسانی که مثلا در فرانسه تقلب می‌کنند باید مجازات شوند. قضیه به همین سادگی است. با یکی از گروه‌های کارگران فصلی که برای شرکت آنجلیک دولاهه کار می‌کنند ملاقات می‌کنیم.
تعدادی از آنها به طور مستقیم و بدون مداخله پیمانکار فرعی استخدام شدند. یکی از آنها که نمیخواد هویتش فاش شود میگوید که در گذشته با شرکت پیمانکار فرعی بلغاری درگیری داشته. حقوق، ساعت کار، قرارداد، بیمه، تامین اجتماعی مشکل داشت. سراغ بازرس وزارت کار رفتم. فقط برای 3 ماه از 8 ماه کار حق بیمه بازنشستگی و سلامت را پرداختند. یعنی 5 ماه بدون حقوق و مزایا کار کردم. با آناتولی و خانوادهش در مزرعه ملاقات میکنیم که از کارفرمایش اجاره کرده. از ظلم هایی که به کارگران موقت می شود روایت های زیادی شنیده می شود. اما این روایت ها اکنون برای آناتولی خاطره دور است. هدف او شغلی ثابت برای همسرش پتیاس که پس از چند کار موقت اکنون بیکار است. رویای آنها این است که خانه‌ای بخرند و با پسرشان که 1 سال پیش با آنها پیوسته در این خانه زندگی کنند. اولین بار که برای کار به فرانسه آمدم، پسرم 2.5 سال داشت. وقتی به بلغارستان بازگشتم به من گفت بابای دیگری میخواهد چون مرا نمیشناخت. 8 سال دوران رشدش در بلغارستان بود و من اینجا بودم. مهمترین چیز برای من این است که الان با خانواده‌ام خانه‌ای بسازم. اگر خانه‌ای بسازم خانه خودم خواهد بود و با خانواده‌ام در آن زندگی خواهیم کرد.